کارگاه های بهبود سلامت روح و جسم جامعه ایرانیان به طور هر ماه برگزار میشه که در این کارگاه ها مباحث مختلفی در مورد روانشناسی و سلامت جسم صحبت میشه. امروز کارگاه سلامت روح که با همکاری نزدیک آیبت همیر اسمیت و دکتر سعید خیریراد ما هر ماه داریم برگزار میشه و موضوعی که امروز هستش در مورد انزوا و در خانه ماندن خیلی از عزیزان و سالمندان مقیم ایرانی مقیم بریتانیا هستش که در امروز صحبت میکنیم در مورد که چجوری ما میتونیم به طور داوطلبانه با این عزیزان ارتباط برقرار بکنیم و چجوری میتونیم این حس نودوستی و بین عزیزان ایرانی که اینجا هستن گسترش بدیم. یا اینکه برعکس نه رابطه زیاد برقرار نمیکنه از آدم ها فرار میشه یا یه حد بگیره این وسط بستگی داره که اون دورانی که بزرگ میشده چجوری طی شده و چجوری ارتباط برقرار. امروز تعداد کمتری هستن توی کارگاه به خاطر تعطیلات تابستان هستش که معمولا این کارگاه خیلی شلوغتر هستش و این کارگاه ها عموما در مختص افراد 50 سال به بالا هستش، اما ما در آرابا گذاشتیم که همه نسل ها تو شرکت بکنن و بتونن که ارتباط بین این نسل ها فراهم بشه. برنامه های دیگه ای که ما داریم در مورد که این گروه ها با هم تشکیل شدن، با هم بیرون میریم به موزه پارک هستش و برنامه های دوره همی داریم که با هم غذا درست میکنیم، دوره هم هستیم، برنامه پایکوبی با هم داریم و همه اینا باعث میشه که ایرانیایی که مقیم لندن هستن احساس تنهایی کمتری بکنن. اینا یه سری از مسائلی هستن که باعث میشن که ما دوباره انزواگیری بکنیم، گوشه‌گیری بکنیم و اون حس ارتباطی رو که جزء غریزه‌مون بوده نتونیم به عمل در بیاریم، نتونیم پیاده بکنیم. من در NHS کار میکنم، در بخش روانشناسی NHS و حدود 3 سال پیش بود که با جامعه ایرانیان در لندن تماس گرفتیم و بعد از نشستایی که داشتیم تصمیم گرفتیم که همکاری از نزدیکی رو شروع بکنیم، هم با NHS لوکالی که من کار میکنم و با جامعه ایرانیان، و تصمیم گرفتیم که کارگاه‌های آموزشی مختلفی رو داشته باشیم که این کارگاه‌ها مرتب بین هر 1 ماه تا 2 ماه انجام شده که جامعه ایرانیان هم از سراسر لندن در این شرکت میکنن و شرکت و استقبال خیلی خوب بوده و سوال جوابا چیزایی که شنیدیم خیلی خوب بوده و مرتب شرکت کننده داشتیم. این کارگاه آموزشی در مورد استراب و نگرانی بوده، در مورد افسردگی بوده، در مورد استرس بوده، در مورد روابط والدین با فرزندانشون بعد از مهاجرت از ایران بوده و چه گونه مشکلاتی که ممکنه پیش بیاره، در مورد نگرانی بوده و برخی مشکلات و مسائل دیگه‌ای که جامعه ایرانیان باهاش درگیر هستن. ما همونطور که گفتم همکاری نزدیک داریم و جامعه ایرانیان همه پرسی میکنن از این شرکت کنندگان و با من تماس میگیرن که چه نوع کارگاه آموزشی میتونیم داشته باشیم و من اونو ترتیب میدم و اون کارگاه رو اجرا میکنیم. ما چندین سال تو این برنامه پروژه ها شرکت میکنیم، در مجموع پروژه های خوبیه، ورزش هستش بسیار عالیه، بچه‌ها همه دور هم جمع میشیم، هفته چند جلسه ورزش میکنیم، کلاس کامپیوتر که واقعا خیلی قابل استفاده است، خیلی چیزا یاد گرفتیم. بعد از جلسه های دور همی شدن و جشنهایی که اینجا برگزار میشه برای سلامتی، برای همه چیزمون خیلی عالیه و از اینجا بعضی موقع ما رو چیز میبرم برای دیدن موزه ها، چند تا موزه رفتیم خیلی جالب بود، باز دستشون درد نکنه.
این جامعه ایرانیان برنامه‌های متنوع دیگری برای اونایی که از این پروژه استفاده میکنن میذارن. از جمله همین جلسه امروزمون بود که جناب آقای دکتر سعید خلیلی واقعا یه استاد برجسته ایرانی مقیم لندن هستند. از فرمایشات، از حرفاشون خیلی استفاده کردیم در رابطه با روانشناسی و روانکاوی و کلن این برنامه ها بسیار عالی و آموزنده است. الان چندین وقت با جامعه ایرانیان دارم همکاری میکنم توی زمینه‌های مختلف، مخصوصا توی زمینه پروژه سالمندان. انگیزه اومدن اینجا به این علت بود که واقعا میدیدم که خیلی از ایرانیایی هستن که تنها هستند، بچه‌هاشون بزرگ شدن و همه بچه‌ها خودشون کار دارن، مشغول تحصیل هستن و پدر مادرها خیلی احساس تنهایی میکنن. با چند نفرشون که توی جاهای مختلف مثل فروشگاه ها یا مهمونی ها صحبت می کردم، احساس کردم که واقعا تنهان، واقعا احساس افسردگی دارن. من بیشتر به این انگیزه که اومدم تو جامعه ایرانیان که کمک باشه به اینها، که بریم باهاشون صحبت کنیم، یه کافی باهاشون بخوریم، یه چای بخوریم و این احساس کنیم که اونا انقدر احساس تنهایی نداشته باشن و بتونن خیلی توی جامعه خودشون رو در واقع اجتماعی تر ببینن، انقدر احساس تنهایی نکنن، دوری از کشورشون نکنن. و این خیلی احساس خوبی به من میده، برای اینکه خب احساس میکنم مادر خودم این فکر رو داره و تنهاه. به خاطر همین خیلی احساس خوبیه وقتی میبینم با یه نفر که سالمنده صحبت میکنم و اون خیلی احساس رضایتمندی توی وجود خودش داره و مخصوصا از این کشور و از اینکه احساس تنهایی نکنه. جامعه ایرانیان خدمات مختلفی رو به ایرانیان ارائه میده در لندن. یکی از پروژه های مهمی که ما داریم پروژه ایه که به افراد بالای 50 کمک میکنه که از تنهایی در بیان، مهارتاشون رو زیاد کنن و سلامتی بدنی و روحیشون رو بهتر بکنن. این فعالیت های ما در زمینه 50 به بالاها به این شکله که ما کارهای مختلفی میکنیم. مثلا کلاس‌های زبان داریم، کلاس‌های کتابخونی داریم به زبان انگلیسی در سطحی که به درد سالمندان بخوره، کلاس‌های ورزش داریم برای بهبود قدرت بدنی بالای 50 ساله ها و همینطور یکی از مهمترین خدماتی که در این رابطه داریم سر زدن به ایرانیانیه که در منزلشون هستن و نمیتونن از خونه بیان بیرون، حالا یا به دلیل روحی نمیتونن بیرون بیان یا به دلیل فیزیکی یا بدنی. ما به این شکل است که یک شخص داوطلبی رو به منزل این ایرانیان عزیز میفرستیم، حتی اگه بتونه این شخص یکی دو ساعت صحبت کنه با اون سالمند عزیز در منزل، این میتونه این سالمند رو از تنهایی در بیاره، چون خیلی از سالمندهای ایرانی فامیل زیادی اینجا ندارن یا دوستان زیادی ندارن، یا اگه چند تا دوست و فامیل هم دارن زندگی ماشینی و پر استرس نمیذاره که اینا به دیدار عزیزانشون برن یا اینکه بخوان حتی تلفن نی با اینا صحبت بکنن. بنابراین فرستادن یه همیار از طرف جامعه ایرانی به منزل اینها به هر حال یه اوقاتی رو پر میکنه برای این عزیزان و کیفیت زندگیشون رو بهبود میده. حالا اگه اون شخص بالای 50 زبان انگلیسی هم خوب بلد نیست، ممکنه که اون کسی که ما میفرستیم منزل این سالمند یه تلفنی هم مثلا به دکتر این یا به مؤسسات دیگه براش بزنه، دو تا نامه‌شو بخونه یا کار دیگه ای اگه دستش بر بیاد انجام بده یا ارجاعش بده به خدمات دیگه. هر کسی با همزبان خیش دارد گفتگو، مست باید ساقی میخانه را پیدا کند.
هر که چون جمال نشیند بر سر بازار هست، گرچه از جان بگذرد، جانانه را پیدا کند.